سی پل د جوړی دو دا وطن درغی دو بیا آباد بکړی واد مټن غشت دی بچو. کار دو پروژه ساخت کوچه ها در گذرهای 12 و 13 ناحیه 14 هم با خط نوار توسط مولوی غلام محبوب عارفانی رئیس ناحیه 14 هم و انجنیر ذبیح الله رحیمی عامل نظارت از پروژه های ریاست تنظیم برنامه ها پروژه های شارولی کابل در حالی که بزرگان و باشندگان محل حضور داشت آغاز شد. رئیس ناحیه 14 هم ضمن ابراز خرسندی گفت که برای یافتن محیط سالم اجتماعی و شهری این پروژه ها از اهمیت خاص برخوردار بوده. باید شهروندان ساحه در تطبیق بهتر کار این پروژه ها همکاری نمایند. شارولی کابل برای بهبود عرضه خدمات شهری پروژه های ساخت و ساز را در سطح این ناحیه توسعه خواهد داد. امروز این پروژه ها و سرک ها و چیزهایی را که شما میبینید بیشترین هزینه او اگر چیز کمی از طریق مؤسسات باشه ولی بیشترین پروژه ها از هزینه خود شما مردم و خود ملت افغانستان است. انجینر ذبیح الله رحیمی از آدرس ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شارولی کابل گفت پروژه ساخت کوچه در گذر 13 در منطقه شمالزای به طول مجموعه 1120 متر با عرض اوسط 4 متر شامل ساخت آبروهای آن بوده که به ارزش بیش از 11.7 میلیون افغانی تطبیق می شود. همچنان پروژه ساخت کوچه در گذر 12 در منطقه قلعه وزیر به طول مجموعه 884 متر با عرض 5 متر شامل ساخت آبروهای آن به ارزش بیش از 11.5 میلیون افغانی اجرا خواهد. کابل ښاروالۍ دا هوډ لري تر څو کابل ښاریانو ته ښه خدمات معیاري خدمات وړاندې کړي. په همدې هدف باندې د کابل په ګوټ ګوټ کې په هره سیمه کې موږ تاسو د دې شاهدان استو چې ډېرې غټې وړې او متوسطې پروژې و افزود که این پروژه ها به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یا نپس با کیفیت بهتر به شکل پخته و اساسی تا مدت 6 ماه به پای اکمال خواهد رسید که از طریق این پروژه ها برای شما را از شهروندان ساحه زمینه کار مساعد شده است.